رفتیم رو لایو اینستاگرام. آقا مهدی ما رو لایو اینستاگرام هستیم. من دیشب تا صبح با میلاد تتو زدم، شما بیدار شدی با شما دارم تتو میزنم. بلکه نشون بدم که یه آدم چقدر میتونه صبور باشه و قوی باشه. سلطان شما فرق داری از دم با اینا. با کیا؟ با همه. تاج سری آمیتی، همزمان با کار صحبت هم میتونی بکنی؟ یه ذره برای از این بگو که چجوری چند بار اومدی و چه اتفاقاتی برات افتاد. دوست دارم یه ذره بقیه همکارا و تتو آرتیستایی که انقدر راحت به ما رسیدن و انقدر راحت هم از دست دادن متوجه بشن که چه کسایی با چه عشقی و با چه زحمتی میخوان که به اینجا برسن. بچه به شما رسیدن خیلی سخته، واقعا سخته. یعنی یه سریه که به راحتی شما رو به دست میارن بعد دیگه میزنن تو برق کلا. و اونو بزن و وقتی که خیلی سخته واقعا به شما رسیدن، خیلی سخته. مثلا قبل از کنسرت که اومده بودم اینجا، خب خیلی با یه دونه عکس آدم خیلی سوء استفاده کردم، برای اینکه خب واقعا خیلی دوست داشتم برای شما بزنم. با یه دونه عکس گفتن که میریم باش فوتبال بازی میکنی، ما باش فوتبال بازی میکنیم، میتونم ببرم تو تیم باش بازی کنی، اونجا خودتو معرفی کن، خودتو آشنا کن. چند تا تتو براشون زدیم، برای دوستش گفت اینم با ما فوتبال بازی میکنه، برای اونم زدیم. فقط و فقط به خاطر اینکه برای شما بزنیم، طرف یعنی یه دونه عکس از شما داشت و کلی سوء استفاده کرد. عجب آدمای نامردی ان واقعا. چند دفعه اومدی تا استانبول؟ سه دفعه، چهار دفعه. یعنی این دفعه چهارمه که دیگه موفق شدی که خیلی خوب بود و تونستم برسم. اینو بگم که آقا مهدی متأهلن، همسر دارن و یه بچه دختر خانم زیبای کوچولو دو ساله دارن. درست میگم دو سالشه؟ با خانم بچه هاشون اومده بودن استانبول. وقتی که ما رو پیدا کرد خانم بچه هاشو فرستاد و الان خودش وایساده کارا رو انجام میده. یعنی میخوام بگم که چقدر مرام، چقدر معرفت و چقدر عشق. چهار دفعه هم تا حالا تا استانبول اومده فقط برای این که بتونه ما رو ببینه و برامون تتو بزنه. واقعا آقا مهدی، من آدم های با معرفتی مثل شما، با عشقی مثل شما میبینم، تازه میفهمم که قبلی ها چقدر بی معرفت بودن. چون دوستان راحت به دست آوردن، واقعا جدی میگم راحت به دست آوردن. اگر مثل من چهار بار یا مثلا اگر مثل من خیلی جا ضربه میخوردن، یه سری ازشون سوء استفاده میکردن، البته قبلی ها که میومدن مثلا الکی میگفتن که میبریم پیش سلطان، فقط هم یه عکس از شما داشت و مشخصه چه دقیقه نه بعد اومده از شما تو این فوتبال یه عکس از شما گرفته بود، خب میبرم پیش سلطان. ما هم کلی و ذوق و شوق برای این زدیم، برای دوستش زدیم، بعد جوابگوی شما نداد دیگه. عجب. ولی بالاخره حق به حقدار میرسه آقا مهدی. من میگم آرزوی موفقیت نکن، به نظرم باید دل به دستش بیاری. دقیقا. آرزو کنی بخوای به یه چیزی برسی، خب بشین تا آرزو کن، اونتا میریم به سمتش که به دستش بیاری. آرزو کردن همه بلدن آرزو کنن، دل به دستش بیاری. دقیقا همینطوره. خواستن توانستن از تو که بخوای میتونی. و چقدر هم شیرین زبون و واقعا با معرفت هم اسپانیا. من خیلی اسپانیا رو دوست دارم. یعنی چه گزای با حالی آورده بود برام اون آقا مهدی. در ضمن سری قبلی هم که آورده بودم هر سری میمدم یه آوردم به این نیت که برای شما بیارم.
خب چون دیگه نمیشه دقیقه نمیدی دادم به کسی که دورم بودم تا اینکه این سری قسمت شد. دمت گرم، دمت گرم. عرضم به حضورتون که تو کامنت ها میبینم که زدن که از آقای رئیسی حمایت کردی. والا ما همیشه از آقای رئیسی حمایت کردیم، چون که به نظرم ایشون آدم درست تری نسبت به بقیه افراد نظامیان و دیگه به هر حال از قبل هم از ما از ایشون حمایت کرده بودیم، دوباره هم بله حمایت کردیم. عرضم به حضورتون که البته من فکر میکنم که شون رئیس جمهورم بشه ما رو فراموش میکنه، ولی خب به خاطر اینکه به نظر من بازم صادقتره و عرضم به حضورت از اول به لحاظ مالی قوی هن، در حال آستان قدس رضوی دستشونه، قوه قضایی الان دستشونه، قوی هن. اگه بخوان میتونن آمتی میگم آقای رئیسی اگه بخواد میتونه، اگه بخواد میتونه دیگه، اگه نخوادش دیگه به من ربطی نداره. من نصف من روی این داستان که ایشون اگه بخواد میتونه، قدرتشو داره، رو همین حساب به هر حال ما هم همه چی رو به فال نیک میگیریم و دوباره حمایت کردیم از ایشون. این از این. آقا مهدی هم که داستانش رو تعریف کرد، من هم داستانم رو بگم که دیشب تا صبح زیر تتو بودم، پام باد کرده، پای من نرمالی انقدر نیست. سفرم شده همش از اولست دیگه داداش، اینجوری شده دیگه، تمرین هم نمیتونیم بکنیم آقا مهدی، همش زخمه. این دور موچو بزنم دیگه ایشالله این پا تموم میشه، فقط پشت رون جام جهانیه میمونه که قراره با سامی ترمیمش کنیم. حرف و سخن خاصی نداری آقا مهدی؟ سلطان نه ببینیم چی کار میکنی آقا. البته آمهتی کارش فوق‌العاده است، من کارش رو بدن کوروش دیدم، برای ازان تتو زده، بسیار عالیه و ما تایید میکنیم کارشون رو، جز تتو آرتیست های خوب ما هستن، هم کارش خوبه هم خیلی پسر مؤدب و با معرفتیه. امیدوارم که داشته باشیم آمهتی رو همیشه. بعد الو آقا سامی شما هم بیداری؟ بله 100%. بابا دمت کرد، بابا دمت کرد، این چشتیله یه رو برای تو گذاشتم آقا. اینه چشتیله، این چشتیله یه گذاشتیم برای آقا سامی، مثل شما هم هستی قربه چشتیله ای تاجه سری آقا سامی. آسامی فوتبالیست هم هست، میخوام ببرم یه چند تا لایی بهش بزنم پام زخمامو خوب شد. تو میگم توی تیم نیستی؟ چرا داداش؟ ما توی تیم یه تیم حریف میطلبیم. بله ولی این سامی رو میخوام یه چهار تا لایی بزنم اتاش نشه آمد. دروازه بامو دیاره؟ فوروارد بودم ولی دروازه بایمیستم. فوروارد بوده ولی چون دید من فورواردم کشید کنار. اون رو دارم یه برو دروازه بایست اصلا به درد فوتبال بودم. چرا؟ چیکار کردی مگه؟ اون توپ بیدیارم تم شیرجه میزدم، میگفت تو باید بیران بنده بزنی کنار خودت بری. میتوانی تو که بخوای میتونی، تو که بخوای میتونی. همین دیگه، ما داریم تتو میزنیم و مزاحم آقا مهدی نشیم، لایو رو قطع میکنیم. خودم هم بهتون نشون نمیدم، گفتم قبلا که خودم رو یوتیوب برید ببینید، آدرس یوتیوب ما همون youtube.com امیر تتلو، یا همون تو یوتیوب سرچ کنید امیر تتلو، یه چنل
200,000 نفره بیشتر نیست ایرانی تو یوتیوب، اونم چنل ماست. قربان شما، استوری براتون میذارم از اتمام کار که ببینید چی شد. خداحافظ.